اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف دوم، حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی. طبق دستور کار، هدف دوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار عبارت است از پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1-2 پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه، به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر از جمله نوزادان، به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال تا سال 2030. 2-2 پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه تا سال 2030 و دسترسی به اهداف مورد توافق بین المللی تا سال 2025 در مورد کاهش رشد، رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد در کودکان زیر 5 سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3-2 افزایش دو برابری درآمد و بهره‌وری تولید کنندگان کوچک مواد غذایی، به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران، از جمله از طریق دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال 2030. 2-4 تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال 2030 که باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شوند و به حفظ بوم‌سازگان‌ها کمک می‌کنند. بوم‌سازگان‌ها ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند. 5-2 حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه های وحشی مربوطه، از جمله از طریق ایجاد بانک های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین المللی تا سال 2030. 2-الف افزایش سرمایه‌گذاری از جمله از طریق تقویت همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور به کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی.
توسعه فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. 2. انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی. 2b تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی، از جمله از طریق حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاحات یاد شده در راستای دستور کار توسعه دوحه، سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه انجام خواهد شد. ما اینک با احترام به اهداف 17 گانه، به دومین هدف همانا حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی توجه می‌کنیم. طبق آمار منتشر توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند، از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند به طور کامل سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشد. این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفتکش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسان‌ها به وجود آمده است. این آلودگی‌ها و بیماری‌ها شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان‌های مختلف و افزایش چشمگیر بیماری‌ها در دهه گذشته است. غذا از ابتدایی ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست. در ایران نیز با وجود دغدغه چاقی و اضافه وزن در جامعه، اما همچنان سوء تغذیه کودکان و کمبود ریزمغذی‌ها در مناطق کم برخوردار یکی از چالش‌های جدی است. علی‌رغم بهبود جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی گرسنگی در سال‌های اخیر، عدم ارائه آمار دقیق مبتلایان به سوء تغذیه، توزیع جغرافیایی آنها و نیازهای تغذیه‌ای افراد در معرض خطر، همواره نگرانی‌ها را در خصوص وضعیت واقعی معضل گرسنگی در ایران تشدید می‌کند. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 48، 44 و 3، حاکمیت موظف است تا از تمامی امکانات خود در راستای فقرزدایی و توزیع برابر و عادلانه امکانات کشاورزی استفاده کند. اما طبق آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران، حدود 2 میلیون نفر گرسنه وجود دارد و این در حالی است که بر اساس آمارهای غیر رسمی، تعداد گرسنگان در جمهوری اسلامی ایران در حدود 5 میلیون نفر تخمین زده می شود. حق بر تغذیه مناسب در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 2 و 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب می شود.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 125 کشور جهان 82 است و این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 3 و 44 قانون اساسی خود موظف به تامین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل 48 همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. همانطور که سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران می‌گوید، تأمین مسکن، تأمین شغل شایسته، تأمین رفاه اجتماعی و فراهم آوردن امکانات آموزشی بر اساس قانون اساسی وظیفه دولت است. اگر دولت‌ها در دهه‌های گذشته از این وظایف حاکمیتی به بهانه‌های گوناگون تفره رفتند، اکنون دیگر زمان از سر خود بازگردن نیست. قبل از اینکه دیر شود و گرسنگی عواقب اجتماعی ناگزیر خود را به همراه بیاورد، باید به این اصول بازگشت و حق مردم را استیفا نمود. برای دستیابی به هدف شماره 2، دولت جمهوری اسلامی ایران باید همگرایی در سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و اجرا بین بخش‌های مختلف، ارتقای دانش جامعه در خصوص امنیت غذا و تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، حمایت تغذیه‌ای در بعد اقتصادی، توانمندسازی در سطح محله، خانوار و فرد، سالمسازی تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و مصرف مواد غذایی، تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر تغذیه‌ای، کودکان، مادران باردار و شیرده و سالمندان به مواد غذایی تازه و طبیعی، توسعه مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با سوء تغذیه و تحلیل وضعیت مناطق ناامن غذایی و آسیب‌پذیر تغذیه‌ای، پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه جامعه را در دستور کار خود قرار داده و از این طریق پایبندی خود را به هدف شماره 2 که همانا حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی است را تحقق ببخشد. به نقل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، حدود 20% از کودکان سیستان و بلوچستان به درجاتی از سوء تغذیه مبتلا هستند، اما ناامنی غذایی فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست. بررسی‌ها در ایران نشان داده که 86% زنان باردار، 76% بزرگسالان و 61% از کودکان زیر 6 سال در ایران دچار کمبود ویتامین D هستند. بیش از 20% نوزادان به کمخونی مبتلا هستند و 27% از زنان باردار یود کافی دریافت نمی کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار امنیت تغذیه ایرانیان را در نیمه ای از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین آ، دی، کلسیم، کمبود یود، کمخونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌تر شدند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی، بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی شرایطی را به جمعیت کم درآمد تحمیل کرده که ناچار شدند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند.